هست و خیلی هیجان زده هستم که میتونم دوست خوبم و جناب آقای کامران فرهومند که چندین بار اسمشون شنیدی در برنامه هایی که با هم دیگه داشتیم و ایشون یکی از گروه های من هستن که گروه هم خب میدونید که یکی از افرادی که من به قول خودم انتخاب کردم به عنوان مربی و رهبر و پیشوا که بتونیم یه سری برنامه های خوب رو آدم برای خودش انتخاب کنه، همیشه باید یه سری راهنماها و صحبت هایی کردیم که کوچ های خوبی باید برای خودتون داشته باشه. و من اگر اجازه بدید اشکال نداره خودتون معرفی کنید، دقیق تر بگید برای ما که شما کی هستید و چیکار میکنید و بعد برمیگردیم و یه سری برنامه های خیلی بی‌نظیر و استثنایی که براتون پیش بینی کردیم با هم دیگه انجام بدیم. جناب کامران جان بفرمایید. دکتر جان خیلی ممنونم، اجازه بدین که من سلام کنم به بینندگان عزیز تلویزیون ایران ما. درست میگم؟ من خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم. دیشب آمدم واشنگتن دی سی برای یک ورکشاپ سمیناری توی این ویکند و همیشه از محبت ها و لطف دکتر یوسفی با بهره ور بودم. نظر لطفشونه، ایشون برادر بزرگ من هستن و خب حالا منو گورو صدا میکنن که دیگه یعنی همینجوری عرق سرازیر میشه از اینجا میاد پایین. ولی به طور کلی من اجازه بدین که اینطوری خودم رو معرفی کنم که چگونه با دکتر یوسفی آشنا شدم. تقریبا 12 سال پیش، سال بعد، در یک دوره سمیناری ورکشاپی که بهش میگیم اکسپریانشال سمینار، یعنی تجربی و پرورشی به جای آموزشی که الانم براتون توضیح میدم چیه، با دکتر آشنا شدم و از همون جا ما یه رابطه خیلی قوی و هم دوستانه هم برادرانه هم شاگرد و معلم و هم معلم و شاگرد با هم پیدا کردیم و دیگه الان و ایشون همراه با چند تا دیگه از دوستان عزیزی که اونجا از واشنگتن دی سی در کالیفرنیا بود، البته این سمینار باشون آشنا شدم، لطف کردن، زحمت کشیدن و اولین سمینار رو من سال 2000 آمدم در واشنگتن دی سی و اینجا در واقع خانه دوم پیدا کردم. البته میدونم که شما عزیزان از سراسر جهان به ما گوش میکنین و توجه دارین و لطف میکنین، نگاه میکنین، ولی تو این دوره های سمینارهای تجربی و پرورشی ببینید، ما تقریبا هر کلاسی که شما برداشتین کلاس آموزشیه. مثلا من میرم آموزش رانندگی بگیرم، آموزش طباخی و آشپزی بگیرم، آموزش کامپیوتر بگیرم، آموزش تاریخ بگیرم. آموزش یعنی چی؟ یعنی یک کسی جوابو داره، یک کسی راه حل ها رو بلده به عنوان معلم، حالا کتابی نوشته شده یا جزوه ای هست و این رو تعلیم میده از ذهن و زبان خودش به ذهن و زبان شما. ولی این یک تیکه کوچیکی از وجود ماست. گرچه تمام دبیرستان و دانشگاه ها فقط از دوران تقریبا فقط از دوره های آموزشی ساخته شده، اما عقل و ذهن ما یک تیکه از وجود ماست و ما قلبمون، احساسمون، روحمون، روانمون هم میتونه هم درک بکنه و هم بگیره و هم تجربه کنه. به طور کلی زندگی یک دوره پرورشی و تجربی. حالا تجربی به این معنی که آب میخوریم، همین چایی رو که میخوریم، یه دوستی رو که میبینیم، عید نوروز رو که میگذرونیم. راستی عیدم تبریک بگم به همه هموطنان عزیز و هم زبانان عزیز، چون میدونم جاهای دیگه دنیا هم عید رو جشن میگیرن. به هر حال و خب شما ما در این دوره ها با هم آشنا شدیم، کانکت کردیم، با هم ارتباط پیدا کردیم خیلی قوی و همیشه من محبت ایشون رو داشتم و امروز هم صبح که آمدن و با هم بودیم گفتن که من میخوام که تو حتما توی برنامه شرکت کنی. منم که همیشه خوشحال میشم که هم در کنار ایشون باشم و هم اون چه که توی قلبم هست، ذهنم هست رو در میون بذارم با هر کسی که دوست داره بشنوه یا تجربه کنه یا شریک بشه. مرسی از راهنمایی با معرف کردن خودتون. خوشحال هستم که بگم یه سری زیادی از صحبتایی که ما میکنیم همطور که میدونید همش I am the creator، من خلاق زندگی خودم هستم و صحبت میکنیم که چگونه به سورس وصل بشیم.
ممکنه که یه مقدار راجع به این سورس صحبت کنیم، ببینیم که این طور همه داره میگیم go to the source از بیلایر صحبت کنیم، از هر چی باید صحبت کنیم، میخوایم از زبون خودمون. اولا که من دکتر جان شما رو اکنالیج بکنم، شما رو قدردانی بکنم برای اینکه مثلا وین دایر و این گروه ها و یا معلم هایی رو که شما آوردین و معرفی کردین به جامعه ما، هر کدومشون برای خودشون واقعا گفته ها و مطالب بسیار بسیار مهمی دارن که همه هم از همدیگه یاد گرفتن. یعنی ببینید ما میایم از هم یاد میگیریم و یه مطلب جدید رو پیدا میکنیم و مطرح میکنیم، و یا از درون خودمون. منظورم چیه؟ دوره‌های تجربی که صحبت می‌کردیم فرقش با دوره آموزشی چیه؟ دوره آموزشی جوابو دارن، به شما یاد میدن دوی به اضافه دو چی میشه، یا معادله دو مچولی چی میشه، یا طباخی به چه فرم هستش، یا خیاطی به چه فرم هستش. ولی دوره‌های تجربی شما جواب رو از درون خودتون به دست میارید. حتما مطمئنم شما راجع به کانشس و ساب کانشس، ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه صحبت کردید. که وجود ما من کامران فقط از 10% وجود خودم آگاه هستم. یعنی چی؟ بنا به تعریف الان 150 ساله که سایکولوژی و یا فروید و این علم ثابت کرده و متوجه شده و به جهان ارائه داده که من کل من 10%، 8%، 12%ش بنا به تعریف ضمیر خودآگاهه. یعنی قسمتی از وجود کامران که کامران من که با شما صحبت میکنم ازش با اطلاعه، ازش بخبره. ولی 90% و یا یه ذره بیشتر و کمتر از وجود من بنا به تعریف قسمتی از وجود من که از خودم ناآگاهم، بی اطلاع هستم. این در سه قلم روی فکری، احساسی و فیزیکال یا بدنی هستش. به طوری که مثلا فرض کنید که الان که من با شما صحبت میکنم، من خودم اینتنشنالی تعمدن قلبمو نمیزنم، قلب من داره خود به خود کار میکنه. این در واقع ضمیر ناخودآگاهه که رگولیشن قلب من یا خون من یا چجوری نفس بکشم رو به عهده میگیره. ببینید مثلا من میام اینتنشنالی این لیوان رو بر میدارم، میخوام که این لیوان رو بردارم، این استکان رو بردارم، ولی با شما که حرف میزنم فکر این نیستم که خب حالا یه نفس بکشم، حالا قلبمو یه دونه بزنم. این خودش اتفاق میفته، قسمتی از وجود من که این قسمت رو تنظیم میکنه. حالا این قسمت ضمناً افکار ما رو به ما ارائه میده، این قسمت ضمناً احساس ما رو به ما ارائه میده. چطور میشه که ما فکر میکنیم که او این اتفاق افتاد و این احساس به من دست داد، ولی شما میتونید کس دیگه‌ای رو ببینید که دقیقاً همون اتفاق براش میفته ولی کن این احساس دیگری بهش دست میده. چطور همچی چیزی میشه؟ بر اثر این دوره ها و به قول ایشون سورس که الان بهش میرسم، ما وقتی به خودمون بیشتر و بیشتر وصل میشیم، به خودمون بیشتر و بیشتر ارتباط برقرار میکنیم و قسمت هایی رو از وجود ناخودآگاهمون به وجود خودآگاهمون میاریم، اونگاه هستش که به منشأ یا به اون عمق وجود خودمون نزدیکتر و نزدیکتر میشه. حالا راجع به سورس، مسئله کلمه سورس، منشأ، دیوین، یونیورس، خدا، پروردگار، یک مسئله بسیار بسیار حساسیه. اولا که فوری با مذهب و مذاهب قاطی میشه که او اینا مثل این که داشت راجب میگفت خدا پس اینا مذهبیه، در صورتی که مذهب و دین به عنوان این گونه که من میشناسم که متخصصم نیستم، یک پیامبری آمده و صحبت میکنه که من این روش های خدایی و یا زندگی رو ارائه میدم. مسئله کانکشن به سورس یا به قولیشون به منشأ وجود خودمون رسیدن در واقع یک مسئله معنوی و درونیه، نه یک مسئله مذهبی. حالا خیلی از ما هستیم که به خدا معتقد هستیم، به پروردگاری، حالا به نوع مختلف یا خیلی به شدت، همونطوری که دین و مذهب ما هرچی که هست به ما درس داده، حالا بودایی، هندویزم، اسلام، جودیزم یا کلیمی و مسیحی و خیلی های دیگه، یا این که نه کاملا اون ورسه که احساس میکنیم که اصلا هم چیزی وجود نداره، ما به دنیا آمدیم بعدم میمیریم، از این دنیا میریم تموم میشه میره، فقط ماده هستش. اما نمیشه نفی کرد که عشق وجود داره، نمیشه نفی کرد که احساس وجود داره، نمیشه نفی کرد که نزدیکی به عزیزان وجود داره، و بنابراین یه چیزی ماورای ماده. حالا به محض اینکه ما میخوایم به این ماورای ماده شعور بدیم، یهو میگه بس خدا شد و پس اینجوری شد، سو یه مطلب بسیار سنسیتیویه. ولی نهایتا
قسمتی از وجود شما، یا به طور دیگری بگم شما قسمتی از اون وجودی هستید که با نزدیکتر شدن بهش، با وصل شدن بهش، با هماهنگی و همراهی باهاش، زندگی شما هماهنگ، آرامش، محبت، موفقیت بیشتری خواهد داشت. یعنی ما میتونیم یا برخلاف، یعنی این ضمیر خودآگاه، یا میتونه بیخبر و برخلاف ضمیر ناخودآگاه حرکت بکنه، یعنی یه 10% وجود ما برخلاف اون 90%، و یا میتونه همراه و هماهنگ شرکت بکنه. هر چقدر که ما از وجود خودمون درک بیشتر و تجربه بیشتری داشته باشیم و وجود خودمون رو اکسپند بکنیم، وسعت بدیم، درست مثل الان شما با 5 سال پیش شما، 5 سال پیش شما اون تجربیاتی رو که شما الان دارین، اون درسایی رو که شما الان گرفتین، اون چیزی که آموختین توی وجود خودتون تجربی و احساسی و فکری نداشتید، حالا دارید. یعنی شما از 5 سال پیششون اکسپند کردین، بزرگتر شدین، وسیع‌تر شدین. و همینطور قسمت‌های دیگه‌ای که میشه در ظرف مدت خیلی کوتاه‌تری بهش وصل شد. ولی هدف اینه که برای اینکه راز خوشبختی که اسم برنامه هستش، موفقیت، شادی، رضایت و راحتی و آرامش بیشتری تو زندگی به دست بیاریم، هر چقدر نزدیکتر به این وجود، عمق وجود خودمون بشیم، میتونیم بهره بیشتری از این ببریم. در واقع انگار که همراه ما و ما همراه آن حرکت کنیم. نمیدونم این مثال خوبی باشه یا نه، فقط میگم برای اینکه به ذهنم رسید. مثل اینه که فرض کنید که ما بیایم بیخبر از خود باشیم، مثل اینه که مثلا بیایم بیخبر از کشت و کار و باغبانی توی زمستون مثلا یه چیزی رو بکاریم که ممکنه که خیلی سخت‌تر و زحمت بیشتری باید بکشیم و تلاش بیشتری بکنیم تا این به نتیجه برسه، یا یه چیزی که مثلا در بهار و تابستون که در واقع انگار که اون طبیعت و یا اون ضمیر ناخودآگاه جهانی بهش کمک میکنه و در اون راستا هست. پس ما هر چقدر با این راستا حرکت بکنیم، هماهنگ باشیم، به وجود خودمون نزدیکتر بشیم، میتونیم که موفقیت و خوشبختی و رضایت بیشتری داشته باشیم. That's exactly why we're here. که دکتر عزیز از وقتشون میذارن و اینجا میان پیش شما و وقت صرف میکنن و من امروز خواستم که با شما باشم. من واقعا خوشحال هستم و شادمان هستم میام. یک روز استثنایی برای من، چون آدم در کنار مربیش باشه یه تجدید دیداریه و همچنین میتونه بهتر به اون جایی که قراره بره برسه. و همونطور که میدونید هدف ما چیه، هدف ما اینه که هر اتفاقی که باید بیفته در حقیقت باید اول از همه در درون بشه تا بیرون همونطور که همیشه صحبتش میکنید بهره برداری ازش بشه. و خواستم اینو بریم راجع به عمیق‌تر رفته باشیم، یک کمی راجع به اون کریشن یکمی صحبت کنیم که کریشن ها که میکنیم چه جوریه و چه رابطه‌ای داره با درون ما و چه رابطه‌ای داره با بیرون ما. اون یه ذره بیشتر موشکافی کنید برامون لطفا. درستی؟ چشم. اول از همه بگم که هر وقت صحبتی مطرح میشه آموزشیه، ما داریم حرف میزنیم، بنابراین داریم یه مسائلی حرف میزنیم و شما یه برداشتایی ازش میبرین و آموزشی به طور کلی یک درصد خیلی خیلی بالایی رو نشون نمیده. اما به کمک دکتر و با برنامه‌هایی که شما بهشون توجه می‌کنین، شما میتونید رجوع بکنید به جاهای مختلف و از اینجا شروع بکنید و به اون قسمت‌هایی که ایشون می‌خوان شما ازش آگاهی پیدا بکنین، بیشتر و بیشتر دست پیدا بکنین و بیشتر و بیشتر عمیق‌تر در وجود خودتون برید. اما قبل از اینکه راجع به سوال شما صحبت بکنم، همیشه باید بگم شما همیشه من لطف داشتین وقتی به من میگن مربی خودم، خوشحال هستم اینجا هستم. من نمیتونم نگم که دکتر یوسفی اون زمانی که من آمدم، من مربی بودم تو اون کلاس، ولی ایشون با اون تجربه و خودشاش الان اینجا واقعا واسه یک استادی محبت میکنه و من افتخار میکنم که همین گونه باشه که عزیزانی که میان و به قول معروف دیگران کاشتند و ما خوردیم، حالا نه اینکه من کاشتم، من هم از کاشتن دیگران استفاده بردم و سهیم شدم با دکتر، اونها برن و این رو با بقیه در میان بذارن، برای اینکه اینا رو به ما یاد ندادن. در ادبیاتمون هست ولی باز نمیدونیم، یه جوری ریشمون نسبت بهش قطع شده، یه جوری وصلیتمون ازش جدا شده و ما مثلا فرض کنید که حتی با شعرهای رومی مولوی که سر کار پیدا میکنیم، میریم توی معنی کردنش، فهمیدنش، درک کردنش به جای حس کردنش. سو همین صدت برگردم راجع به مسئله کریشن.
بذارید من یه مطلبی رو برای شما بگم که پازیتیو کریشن صحبت کنید، نگاتیو کریشن هم یه طور دیگه صحبت کنید. حالا من یه مطلبی برای شما در میون بذارم که شاید یه ذره ماورای مطلب باشه ولی در همین زمینه، و اونم اینه که میخوام اول به شما بگم که لول کانشسنس، ضمیر ما به طور مختلف در چه صورتی هستش. شما اگه دنیا رو نگاه کنین، آدما رو نگاه کنین، به چند نوع مختلف از نظر ذهنیتشون میتونین درشون ببینین. البته ساده نیست ولی با حرف زدن باهاشون متوجه میشین. گروه اول، گروه اصلی که بیشتر از 99% مردم هستن، گروهی هستن که زندگی برشون اتفاق میفته، در واقع در حالت بندگی، یا نه که بنده خدا ولی بندگی، یعنی لایف به من اتفاق میفته، اینجوری بر من میگذره، اینطوری شد، اون رئیس اون کارو کرد، این خواهرم اینجور کرد، معلمم اونجور گفت و هی بر من اتفاق افتاد و منم بهش یه عکس العملی نشون میدم، یه جوری سعی میکنم که با این یه جوری کنار بیام. زندگی بسیار مشکلیه. من میدونم که دکتر یوسفی اینجا نشسته که شما رو دعوت کنه به لول دوم که لول آفریننده است، یعنی اینکه من از یک دیدگاه همه داره بر من اتفاق میفته، ولی من بیام از دیدگاه دیگری نگاه بکنم که باعث پیروزی من بشه، باعث خوشبختی من بشه، باعث هماهنگی من با درون وجود خودم بشه، و اونم اینه که من به عنوان یک انسان نیروی خلاقیت و کرییشن دارم و من حالا میتونم درست مثل یه چاقو که شما با این یا با یه تبر یا هر وسیله دیگه‌ای که من میتونم از این چیزو بسازم و یه چیزی رو از بین ببرم، حالا به قول ایشون مثبت و منفی، استفاده بکنم. زمانی که ایشون مطرح میکنه که ما کرییتر هستیم، اتفاق میفته تو لایف، ولی ما چگونه با این برخورد میکنیم، ما چگونه به این عکس العمل نشون میدیم، ما چگونه این رو نگاه میکنیم، آیا نگاه میکنیم که وای دو مرتبه عجب بدبختی سر من اومد و چی داره میشه، یا اینکه اوکی من با این مسئله که حالا هست چگونه میتونم برخورد بکنم که به بهترین نحوی به نفع هم ازش استفاده بکنم. توی مارشال آرتس یا علم ورزش‌های رزمی، یکی از چیزهای اولیه که درس میدن اینه که بیشتر اوقات اونایی که خیلی قوی هستن میگن ما نمیایم از نیرو و زور ضربه خودمون استفاده بکنیم، بلکه وقتی حریف ما با یک ضربه‌ای به طرف ما میاد، با یک مشتی به طرف ما میاد، ما از نیروی اون استفاده میکنیم که به نفع خودمون این حریف رو شکست بدیم. یعنی ما اکسرت فورس نمی کنیم، ما نیرو رو به زور به وجود نمیاریم، بلکه اجازه میدیم نیرویی که به طرف ما اومده که شاید قصدش این بوده که به ما لطمه ای وارد کنه، ما چگونه با این نیرو کار بکنیم که این نیرو رو در واقع روی پای خودش بچرخونیم و حریف ما با زور خودش به زمین بخوره. حالا این حریف در زندگی ورزش‌های رزمی یه شخص دیگه است یا چند شخص دیگه، اما در زندگی ما این مسائل و مشکلات و پرابلمایی که سر ما قرار میگیره، یا هر کدوم با این حالتی که بریم و با زور و باش بجنگیم و رزیستش بکنیم و مقاومت کنیم و بعد اذیت بشیم و ناراحتی بکشیم و درد بکشیم، یا از این به این فرم که خب اینی که برای من اتفاق افتاده، من به جای اینکه خودمو ببازم، به جای اینکه اینو منفی ببینم، به جای اینکه بهش عکس العمل نشون بدم، به جای اینکه بترسم، به جای اینکه بشینم سر خودم بزنم یا جیغ و داد سرش بکنم، چگونه باهاش ازش استفاده کنم که در واقع به اون طرفی که من داشتم میرفتم یا میخوام برم یا باید برم نزدیکتر بشم. و بنابراین شما دو حق انتخاب دارید، ضمن انتخابای دیگه. شما میتونید با یه مسئله که برای شما اتفاق میفته به صورت مقاومت و نمیخوام و این چیه و در واقع جاج کردن این که این چیه، قضاوت کردن این که این چیز بدیه، برخورد بکنید، و یا میتونید با این به صورت خب این که برای من آمده، من چگونه با یک مثبت نگری و قدردانی و یعنی تحسین این مسئله که آه واو ببین چی داره سراغ من میاد، و حالا من اینو در واقع ابزورب بکنم، در جذب بکنم و بعد بذارم از این نیرو استفاده بکنم که تازه یه قدم دیگه بردارم یا خود نیرو رو متحول بکنم. اگر شما انتخاب بکنید که آنچه که تو زندگی براتون اتفاق میفته رو مقاومت کنید، باش مخالفت کنید، ازش ناراضی باشید، بر اثرش تلخی، نارضایتی، اذیت، سختی، درد بهتون دست میده. البته حق دارید، یه اتفاق منفی افتاده، شما منفی ببینینش، زجرم ازش میکشین، اما نتیجتون چیه؟ تلخی، نارضایتی، ناراحتی، دلخوری، درد. خب این که نتیجه نیست که ما دنبالش باشیم. ولی اگر همون مسئله رو به جای اینکه بیاین و به این فرم حرکت کنین که او مای گاد این چطوری اتفاق افتاده، من نمیخوام، من میدونستم، بدشانسیه و و و، یه نفس عمیقی بکشی، البته ریاکشن اولیه هممون اینطور خواهد بود. چرا؟ چون این گونه بزرگ شدیم،
منفی و مثبت، ما بچه که بودیم حتی به یه آتیش و حتی به یه چیز کثیفی که الان ما، ولی هیچ جاجمنتی در قضاوتی نداشتیم، ما دست میزدیم باهاش بودیم، هیچ خونسا بودیم، مثبت و منفی نداشتیم. اون اتفاقی که میفته برای شما این، وقتی دکتر میگه شما آفریننده هستین، نه اینکه شما این اتفاق آفریدین، ولی حالا شما میتونید از قدرت آفرینندتون استفاده بکنید و با این اتفاق به صورت منفی ناراحت که میشه کریشن نگاتیو برخورد بکنیم، که بله اون وقت حق با شماست، تلخ، ناراحتی، نارضایتی و همه چیزهای دیگه که بارها بر هممون اتفاق افتاده، موهامون بر همین سفید شده. و یا بعد از اون ریاکشن اولیه یه دقیقه یا یه ساعت یا یه روزه که وای و این چگونه بود و اینا، یهو این وسط به خودمون بیان، اون نفس عمیق، یعنی اون مکس بکنیم که خب حالا این اینجاست، من آیا میخوام از کریشن نگاتیو و یا آفرینش منفی با این برخورد بکنم، یا من میخوام از اون نیروی آفرینش خودم استفاده کنم و اینو مثبت، نتیجه شو خودش مثبت یا منفی مهم نیست، من برخوردم با این، من ریاکشنم اکشن عملم با این چیه، آیا از روی پروگرامینگ های قدیم و برنامه ریزی های قدیم و تلخی و ناراحتی و نارضایتی، یا اینکه اوکی مکس استاپ لوک او اینجوری شده، alright چوز چیکار میخوام با این بکنم، هدفم چی بود؟ پیروزی برای من چیه؟ موفقیت و خوشبختی برای من چیه؟ حالا چگونه آیا میتونم از این استفاده کنم؟ باید کنارش برم، از روش بپرم، باهاش مستقیم برخورد کنم، در ازش استفاده کنم تا یه جور دیگه جلو ببرت منو. مطمئن باشید در وجود شما اگر این نیرو هست در اون ناخودآگاه ما، که اگر شما از اون عکس العمل اولیه ناراحت کننده بگذرید و در واقع خودتون رو مکسی بکنید و سنترد بکنید، به اون درون خونسا و آرامش خودتون برگردین، حتما خواهید دید که چگونه از این واقعه میتونید استفاده بکنید که حداقل حداقل لطمه نخورید، بلکه ساما ازش جلو برید. حالا بذارین گذشتمون رو یه نگاه بکنیم، حتی مسائلی که شما با شخصان عمل کردیم، به قول دکتر کریشن منفی داشتیم نمیدونستیم و با شرکت کردیم، ببخشید، حتی اونها هم آخرش چی شده؟ بالاخره در یه جایی ما بهش سرندر کردیم، گفتیم اوکی دیگه هست، دیگه وقتی هست هست، و بعد باهاش کنار اومدیم و بعد از یه مدتی اینو حلش کردیم، عوض شده، درست شده، رفته. و اگر جزو اون افرادی باشیم که معتقد باشیم که از گذشتمون و از ناراحتیامون درس بگیریم، وقتی بعد از 6 ماه، 1 سال، 3 سال بهش نگاه کردیم، مثبت‌های اون رو هم بر اثر این اتفاق افتاد، بر اثر اون اتفاق افتاد، بر اثر اون اونجور شد. مثالی که من می‌خوام براتون بزنم که برای همه ما، البته مگه اینکه خب جوان‌تر از 30 سال باشین اتفاق افتاده، مسئله انقلاب ایرانه. در زمان قبل از انقلاب ایران من اومدم آمریکا، چند سال درس بخونم، برگردم ایران و اون زندگی ایدئالو که سالها براش درس خونده بودم و به دست بیارم و همینجورم به مملکتم خدمت کنم. بر اثر انقلاب این فرصت عوض شد، موقعیت عوض شد، دیدگاه‌ها عوض شد و دیگه اون چه که اون آینده‌ای که من تو ذهن خودم داشتم راجع به اینکه کامران چگونه خواهد بود، اون از رفت، از دست، از یه جور دیگه شد. من نه جزو موافق مخالفی کاری از نظر سیاسی صحبت نمی‌کنم، فقط اینکه اون ریالیتی عوض شد دیگه، انقلاب به معنی منقلب شدن و دگرگون شدن، دگرگون شد. خب ولی من و بله منم من فکر کردم من اینجوری میشم، اونجوری میشم، اونجوری میشم، اینا نشدم. بر اثر این بجای اینکه یک مقام خیلی بالایی داشتم، دیدم تمام دوستان عزیز دکتر مهندسمون به کارهای سخت مشغول شدن در آمریکا و اصلا اونقدر ما و ارزش ما نیست. اما بر اثر مرور زمان با نگاه کردن به این، در واقع زندگی من یه تحول کلی گرفت، یا من این تحول رو یاد گرفتم که بهش بدم، و اونم این بود که تا اون زمان من فقط داشتم از مرگ تا از زندگی تا مرگ، از birth to death نگاه میکردم لایفمو. آمدم و به این فکر رو wait a minute، بذار ببینم من اصلا اینجا رو کره زمین چیکار میکنم، برای چی اینجام؟ تا حالا که هر کاری کردم، خب هر کاری بوده که همه میکردن منم باید انجام میدادم، من چی میخوام؟ من کی هستم که دعوت دکتر همیشه از شما، نه برای این که کی به من گفتن هستم یا چی گفتن باید باشم، بلکه چی در واقع هستم. و بر اثر این در واقع تونستم که کانکت بکنم و دیدگاه جدید رو پیدا بکنم که کامرانی رو که الان دارم هرگز با اون کامرانی که فکر میکردم قرار بود آینده ای من باشه و قصهشو میخوردم و ناراضی بودم، حاضر نیستم عوض کنم. اورنس یا بیداری که به دست آوردم بر اثر این که خیلی مسئله
سخت و غیر قابل حلی بود، اگه دو مرتبه نه نظر سیاسی نه نظر چیز دیگه صحبت می‌کنم، نظر شخصی وجود من که تازه زندگی من اینجوری داره میره، حالا اینجوری عوض شد. ولی حالا این کامران یه دیدگاه دیگه‌ای به دنیا داره و این خدا رو شکر این فرصت رو پیدا کرده که بیاد و در کنار دوست عزیزش دکتر با شما در میان بذاره که شما همیشه میتونید اون چه که سرتون میاد براتون داره اتفاق میفته و یا حتی اون چه که شما میخواید به وجود بیارید رو دو انتخاب دارید، یا به صورت مقاومت و جنگ باهاش و نارضایتی و زجر ازش، یا به صورت چرخش و به صورت خوب حالا که هست بذار من نگاه کنم، بذار من جاجمنتامو یعنی قضاوتامو ساسپند کنم، یعنی بذارم کنار قضاوت هایی که از بچگی به من داده شده، خیلیش اصلا مال من نیست، فقط یه حالا یه پروگرامی شده که من بهش عکس العمل نشون میدم، یه برنامه ریزیه تو وجود من که من فقط عکس العمل، اینا رو بذارم کنار و ببینم حالا از اون سنتر، از اون مرکز ثقل وجودم، نه بدنم، وجودم، چگونه میتونم با این کنار بیام و بهترین رو ازش بسازم و جلو ببرم، نه تنها فقط برای خودم بلکه برای خودم و اطرافیانم. اجازه بدید مرسی از راهنمایی و صحبتی که کردید، فوق العاده ممنونم. اینو به فعلا به عنوان مقدمه به حساب بیاریم، چون بر بخش دوم این قسمتمون بعد از یکی دو سه دقیقه که برمیگردیم میریم و چگونه زندگی خودمون رو با یه دید بهتری از نظر سازندگی نگاه کنیم. با اجازهتون برمیگردیم و در کنارتون خواهیم بود. در خدمتتون هستیم. حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. آن رسید کیستم گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. شکاف دل بر دل و چشم ره بازه از بر نیک نام دل، از بر نیک نام دل. حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. با اون رسید کیستان گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. دل موز نور روی دل پر شده بود، توی دل روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش. می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل.
نقده ی دل زدم شبی در حبس سلام دل در حبس سلام دل در حبس سلام دل باب رسید کیستان گفتم منم غلام دل گفتم منم غلام دل گفتم منم غلام دل با سلام مجدد در خدمت دوست عزیزم و مربی خودم آقای کامران فرهومن هستیم. در بخش اول صحبت راجع به این بود که یک سری شناخت از خودمون درون خودمون به دست بیاریم و همطور که صحبت شد همه چیز از درون باید دگرگون بشه تا بیرون اثرات خاصش بشه. در بخش دوم صحبتمون میخوام یه قدم بیشتر بریم و از اون بخشی که صحبت کردید راجع به کریشن ها یا همون به قول معروف مظلوم واقع شدن و فکر میکنیم که همه چی بر ما اتفاق میفته اون دید را یا اون ور سکه که صحبت میکردید صحبت بکنیم. یکم بریم راجع به این سکه صحبتی کردید ولی توضیح زیادی داده نشد برگردیم. من میدونم که خب انسان به طور کلی در چند بخش از زندگیش هست و وقتی میگیم بالانس باید وجود داشته باشه روی همه چیز هست، یکی فیزیکال هست، یکی منتاله که صحبت زیادی راجع به شد و مسلمان اسپریچوال هست، فاینانشیل هست، سوشیل هست و خود فامیلی که این از نظر جامعه بخوام حساب کنیم رفتار شخص با جاهای دیگه. حالا میخوام یه کمی اینو بیان بیشتر با شخصی صحبت کنیم و ببینیم در این نیم ساعت وقتی که داریم چگونه میتونیم یک میوه های شیرینی به دوستان عزیز از وجود شما هدیه بشه. لطف دارین. اولا بگم دکتر همتون رو دوست داره، همجورم من، به همین دلیل صحبتش که میکنه میگه باید، منظورش در واقع اینه که ما این حق انتخابو داریم، خب چرا استفاده نکنیم؟ باید به اون فرمی که you must وجود نداره، شما باید این کارو بکنید، ولی حق انتخاب خوب رو آدم چرا استفاده نکنه؟ و ما اینجا فقط هستیم که بگیم که هی یه انتخابایی هم هست که ممکن آدم متوجهش نباشه. مثلا براتون یه توضیحی میدم، سریع یه داستانی براتون مطرح میکنم. توی کلاس ها یکی از چیزهایی که مطرح میکردیم، البته از داستان ایندیانا جونز یه مووی استفاده میکنیم، ولی راجع به یه باستانشناسیه که این باستانشناس تمام عمرش به دنبال سر مجسمه طلایی یک بوتی بوده و یه روزی نقشه این که این مجسمه طلایی کجاست رو به دست میاره. بعد من از همه کلاس میپرسم خب حق انتخابش چیه؟ خب بره دنبالش یا نره دنبالش؟ خب بهترین کدومه؟ بره دنبالش. بعد داستان به این ترتیب میگیم خب میرسه به اون غار، دم غار نوشتن که اگه بری اینجا تله‌های زیادی وجود داره، ممکنه بلا سرت بیاد. خب حالا چیکار کنه؟ بعضی میگن برگرده، بعضی میگن نه خب این حق انتخاب تمام عمرش دنبال این بوده، خب باید بره اون تو، پس حق انتخاب هم تصمیم میگیره من با هم پس برون تو. اون تو میرسه و بالاخره حالا تله رد میکنه، میرسه به مجسمه طلایی، اونی که همیشه دنبالش بود، خیلی خوشحال میشه و خب حالا حق انتخابش اینه. میگن رسید دیگه. نه حق انتخابش چیه؟ اینو برداره یا ول کنه برگره. خب همه میگن اون که معلومه باید برداره دیگه. این مجسمه رو برمی‌داره، شما مگه فیلمشو دیده باشین، حالا با صورت تله و این داستان ما، یهو از سقف نیزه و شروع میکنه آمدن پایین. حالا دورور نگاه میکنه میبینه که به در اون غار نمیتونه برسه و دو تا چاله فقط وجود داره که میتونه تو این چاله ها بپره که این نیزه ها نابودش نکنه. ولی توی یه چاله ای 6 فوت 7 فوت فاضلاب پره و توی چاله دیگه ای فرض کنید که 5 فوت فاضلاب پره. بعد میگه خب حق انتخاب چیه؟ بعضیا شوخی میکنن وایسه بمیره دیگه بابا چه فایده داره. بعضی میگن نه بابا بپره توی یکی از این دو تا چاله ها. خب کدوم یکی؟ خب معلومه دیگه 5 فوتی. حالا میپره توی هر چاله فاضلاب 5 فوتی با این مجسمه طلایی و این نیزه ها میاد پایین. بعد من ازشون سوال میکنم که خب حق انتخابی دیگه مونده؟ میگن خب یه جوری فرار کنه، یه کاری بکنه، یه جوری بره. میگم نه، فکر کنید که فرار نمیتونه بکنه، مثلا حالا برای داستان که به کار ما نرسوشه مثلا فردا میان نجاتش میدن، الان دیگه چه حق انتخابی داره؟
همه میگن که خب دیگه میتونه در بیاد، نه خب حق انتخابی دیگه نداری دیگه، تموش. اونجاست که من به اونها و به شما عزیزان میگم مهمترین حق انتخابش حالا تازه است. یعنی چی؟ چه حق انتخاب دیگه؟ اون تو گیر کرده دیگه. حق انتخابش اینه که او مای گاد خدایا بو گم میده خفم شد این چه وضعشه، من هر وقت دنبال هرچی رفتم به همین بدبختی ها رسیدم، من میدونستم آی آی وای. یا اینکه خدایا شکرت تا اینجا بیشتر نیست. حالا شما ممکنه بگید برو بابا افتاده داره سر خودش گول میزنه، ولی بذارین گوش کنین، تو هر قدمی که برداشت بهترین انتخابو از دید خودش انجام داد، ما هم باهاش موافقت کردیم. حالا اینجا چرا اون زجر رو به خودش بده به جای اینکه، حالا این نراجع به اینکه پازیتیو فکر کنیم دارم صحبت نمیکنم، داریم میلرزیم بگیم چقدر گرمه، من دارم پرکتیکال صحبت میکنم که ما با اطلاع باشیم که هنوز حق انتخاب داریم. How to feel about it، چگونه اینو حس بکنیم، از این دید نگاه کنیم که من چه اینجوری شده و من همیشه تو این گند هستم، یا اون که خدا رو شکر تا اینجا بیشتر نیست. حالا بذاریم برگردیم بریم رجوع زندگی خودمون نگاه کنیم، خودتون نگاه کنین دورانی که یهو خودتون رو توی همچین موقعیتی پیدا کردین، یه موقعیت سختی که واقعا ناراحت کننده بود، تو همون جای موقعیت سخت ناراحت کننده اگه هیچی دیگه نباشه شما میتونین یه نفس عمیق بکشین و بگین خدا رو شکر که سالمم، زنده‌ام، اینجا. البته موقعیت همچین که انگار دیگه میخواد ما رو بخوره، ولی نه، مگه از این موقعیت ها یه سال پیش یا سه سال پیش یا پنج سال پیش یا ده سال پیش نداشتیم؟ الان هم اینجوریم. اگرم ازش زخمی شدیم از موقعیت نبود، از عکس العمل خودمون بود نسبت به اون موقعیت. سو وقتی که ما احساس میکنیم مظلوم واقع شدیم، دیگران بر ما اینگونه کردن و ما قربانی شدیم و چه پدری از مادر بردن، نتیجهش چیه؟ زجر، تلخی، غم. من بارها و بارها تو کلاس ها پرسیدم حقارت، بیتریت شدن و بهش خیانت شدن و و و و و آیا این برنده شدنه؟ همین بدبختی و همین حال؟ یا اینکه از دیدگاه دیگه ای بهش نگاه کنم؟ خب اولا که چه قبلش چه ساینایی چه نکاتی بود که من حواسم بهش نبود و میتونستم جلوشو بگیرم ولی اتفاق افتاد. مثلا در مورد ویکتیم استوری من و انقلاب، دوران من اصلا حواسم نبود، همش داشتم درس میخوندم، اصلا فکر این نبودم که من برمیگردم مملکتم، اصلا حالیم نبود که دنیا داره یا علاقه مملکت من داره متحول میشه و من کانکت وصل نبودم به مردمم. البته خب بچه دانشجو بودم. بعد دوباره اینه که خودم چه قدمایی برداشتم که به این مسئله که الان توشم اضافه کردم. بعد متوجه شدم که آره این کارو کردم، این کارو کردم، رفتم فلان خرجو کردم در صورتی که میتونستم حواسم بیشتر باشه، جمع باشه. پس خودم هم حتی به این مسئله اضافه کردم. ولی این دوتا مهم نیست. این سوال مهمه. بر اثر این مسئله چه نتیجه مثبتی تو زندگی من افتاد؟ و به شما قول میدم هزاران نفری که ما با هم تو کلاس بودیم همشون اول ثابت کردن که مظلوم واقع شدن، ولی وقتی آمدن و از یه دیدگاه جدید نگاه کردن همشون به یارشون ثابت کردن که همون داستان، همون موقعیت، اگه یه جوری دیگه بهش نگاه کنن مسئول، یعنی مورد مسئول به معنی مورد سوال خودشون رو قرار دادن، از خودشون سوال کردن، نه مسئول به معنی تو مسئول این بودی وظیفه توه که یه جور دیگه بلیم و سرزنش باشه، بلکه مسئول به معنی مورد سوال واقع شدن، از خودشون پرسیدن که این کجاها به درد من خورد، کجاها به نفع من شد، که در مورد من داستان رو براتون توضیح دادم که من یک دیدگاه جدیدی تو زندگی برام باز شد با سختی، ولی لازم بود. و سو یه داستان، دو تا داستان کوچیک دیگه هم براتون میگم عزیزان، که از همین زمینه که کسی و ویکتیم استوریش این بود که آمدم خونه و یهو دیدم خانومم خونه رو خالی کرده و ورقه طلاقم گذاشته اونجا، و وقتی ایشون نگاه کرد آره مدتی بوده که کار نمی‌کرده، بعد بد اخلاقی می‌کرده چون نون بیار خانواده نبوده، سر بچه‌ها بد اخلاقی می‌کرده، یعنی خودش به این مسئله اضافه کرده، و ولی بر اثر این فرصتی براش پیش اومده بود که اصلا یهو بره دنبال یه درس و یه زندگی جدید و یه سرنوشت جدید. حالا منظورم این نیستش که چه خوب شد این اتفاق افتاد یا او پس ما بریم نمی‌دونم اینجوری طلاق بگیریم بهتره، نه، حالا که این اتفاق هست جده
ما باهاش چیکار میکنیم و چه حق انتخابی داریم. آیا میدونیم که یه حق انتخاب داریم که من راجع به این چجوری فیل کنم، من راجع به این چجوری حس کنم؟ بذار یه نفس بکشم اول، به جای اینکه یهو برعکس الان نشون بدم، درست ببینمش، درست ابزوربش کنم، درست جذبش کنم و بعد باهاش کنار بیام. حتی اگه لازم باشه از دو سه نفر دوستان و عزیزان و مربیان، که برای همینه که دکتر همیشه میگه مربی داشته باشین، ساپورت و کوشن بگیرم که نظر تو چیه، که یکی کسی که بیرون گوده، البته ممکنه بگه من خودم اصلا بهتر میدونم، حتما همینطوره، ولی خب محمد علی کلی هم موقعی که بهترین مشتری قهرمان جهان بود، یه کسی پشت گود بود و بهش میگفتش که چگونه باشه که اگه محمد علی کلی یه مشت به اون میزد اونم جان قش میکرد. اما یعنی مربی بهتر از خودش نبود، مربی نشون دهنده نیست که یکی از من بهتر، بلکه این خارج از اون بوته، از بیرون از یه دیدگاه دیگه میتونه به من کمک کنه، که همونه که میگن بیرون گود نشستن میگن لنگش کن، برای اینکه اون بیرون گود یه دیدگاه دیگه هم داره. و بنابراین ما با این مسئله چگونه میتونیم بهترین برخورد داشته باشیم؟ حالا این مسئله کجای زندگی به دردتون میخوره؟ زندگی زناشویی که چقدر سری ما نسبت به هم عکس العمل نشون میدیم تا یه چیزی شد، با بچه هامون، یا برعکس اگه جوان هستین با پدر مادرمون چجوری عکس العمل باشون سری نشون میدیم؟ کسایی که بیشتر از همه دوستشون داریم، بشه اینکه یه استاپ وایس هم یه نفسی بکشم، خب من که دوستش دارم، اونم که منو دوست داره، حالا بر اثر این مسئله، این انتقام گیری، اونم میتونه یه انتقام از من، یا اون من حال اونو بگیرم اون حال من، که این میتونه به یه طرفی بره دردناکی بره، که هم من درد کشیدم که نمیخوام، هم عزیزمو درد دادم که گرچه تو اون لحظه ممکنه خوشحالم بشم دلمم خنک بشه، ولی بعدش این اونیه که دوستش دارم، اونیه که خودم، حالا بچه‌مه، پدرمه، زنمه، شوهرمه، پس چرا از اون راه بریم؟ بیا من اینجا رو وایسم، یه نفس عمیق بکشم، یه نگاه بکنم، به جای اینکه یهو برم تو اون عکس العمل خاصه همیشگیم، اگه ضعف گریه و زاری و ناراحتی و یا اگر که قدرت داد و بیداد و هوار، یه نفس وایسم، یه استپ بک کنم، خدا شکر، you know what، همسرم، تو پسرم، دخترم، پدرم، I love you، من شما رو خیلی دوست دارم، من چقدر خوشبختم که شما تو زندگی من هستین. البته راجع به کسی صحبت نمی‌کنم که خوشحال نیستین دوستش ندارین، راجبه کسی صحبت میکنم که خوشحال هستین دوستش دارین، ولی یه اتفاق بدی افتاده. حالا این یه مثالشه، در مورد کارتون یه اتفاقی میفته، حالا یه چیزی میشه، من بیام سریع به این عکس العمل نشون بدم، خودم و دیگران رو ناراحت کنم و یا پایین ببرم، یا اینکه وایسا یه نگاه بکنم و مطمئن باشید درون شما، از ضمیر ناخودآگاه شما، حتما به ذهن شما و به قلب شما خواهد رسید بینشی که چگونه این مسئله با مثبت باش رفتار بکنید و برخورد بکنید و کنار بیاید. این بالاترین و به نظر من مهمترین صحبت که یه شخص میتونه بکنه همینه که دیدش چی باشه، کجا باشه و کجا میخوام برم، و اون ریزالتی که همیشه بحث میکنیم، نتیجه قرار چی باشه. و این اگه بخواد بدونه، یه فرمول قشنگی گفتید، خب اینه یه کمی بیشتر توضیحش بدید، که گفتید استاپ، لوک و به قول معروف چوز و انجام بده. اینو یه ذره توضیح بده، چون به نظر من میتونه این سرمشق زندگی برای همه ماها باشه که با این دید بریم جلو، چه چیزایی برای ما میتونه عوض بشه، چه تأثیری مستقیم و غیر مستقیم تو زندگی شخصی من و اطرافیان من داره. دکتر عزیز من راجع به principle of creation که میشه اصول آفرینش صحبت میکنه. So یه گوش کنید، به عنوان یک انسان یا اینو حس میکنید یا اصلا براتون سخت قبول کنید، ولی شما یک نیروی خارق‌العاده آفرینش دارید. به عنوان انسان، شما انسان ها نگاه کنید دور و برتون، همین تلویزیون، همین لباس، همین صندلی، همین که شما صدای ما رو میشنوین از راه دور، همین اینترنت، همین خونه‌ای که توش نشستین، همش رو بشر ساخته آفریده. دنیای حیوانات رو نگاه کنین، اون لونه ای رو که 5000 سال پیش میساخت مثلا گنجشکه، هنوز هم همونه، غریزه است، میسازه ولی نمی آفرینه، ولی انسان داره می آفرینه. تمایز بین انسان و حیوان آفرینندگیشه. حیوان تحت فرمان غرایز حرکت میکنه، اون چی که بهش دستور داده شده و بهش در اختیارش گذاشته شده تا بتونه سروایو کنه، و انسان قدرت آفرینش و آفرینندگی داره، و این در ضمیر ناخودآگاه شما نهفته است. دعوتی که ما همیشه از دوستان میکنیم برای این سمینارهای تجربی و پرورشی همینه که بیاین و به این نیروهای خودتون، به بعضیش دست پیدا بکنید. حالا وقتی شما آگاه هستید از این که من
همچین قدرت آفرینشی در اینام وجود داره، بعد اصول آفرینش اینگونه شروع میشه. ستپ اول is stop، توقف، ایست. یعنی یک اتفاقی افتاده یا شما میخواهید که یک اتفاقی بیفته، یه مسئله رو میخواهید به وجود بیارید یا یه مسئله اتفاق افتاده، حالا با این میخوام چجوری کنار بیام. اول از همه استاپ. یعنی چی؟ ریاکت نکن، عکس عمل نشون نده، دست و پاچه نشو، این ور اون ور تو نکن، یهو یه تصمیمی نگید که ضرب المثل فارسیش اینه که چرا عاقل کند کاری که باز آورد پشیمانی، چرا یهو بپرم یه کاری بکنم که بعداً پشیمون بشم. و از عصبانیت، از ترس، از غم، از ضعف تصمیم نگیرم، بلکه استاپ اند ذن لوک، نگاه کن، توقف کن، نگاه کن. اون چیزی که میخوای به وجود بیاری توی دلتو نگاه کن، یا اون چیزی که به اتفاق افتاده رو نگاه کن و بعد توی دلتو نگاه کن. یعنی چی توی دلتو نگاه کن؟ What do you want؟ چی میخوای؟ اون چی میخوای شما در واقع یک فرمی از راهنمایی ضمیر ناخودآگاه شماست. البته برای عزیزانی که معتقده به پروردگار و خداوند هستین، اینو میتونید اینجور در نظر بگیرید که اون وحییه که تو دلت میذاره که میلت به چیه، چی میخوای، از روی اون توقف نگاه. و بعد حالا اگرم که نه به این مسائل معتقد نیست، نه این حرفا نیست، مادیات، خب ضمیر ناخودآگاه علمه، راجبش میدونید که اتفاق افتاده، سر و سر بیشتر از 100 سال هستش که هستش، و این ضمیر ناخودآگاه منه که توی دل من داره یه راهنمایی به من میده بر اثر تجربیاتی که از زندگیم داشتم، اینونیه که من میخوام. خب پس توقف کن، نگاه کن، حالا انتخاب کن، یا در واقع ببین انتخاب چی هست. یعنی شما انتخاب نمی‌کنید، انگار که انتخاب برای شما شده. منظورم چیه؟ شما تشریف می‌برید توی رستوران، با هم حرف می‌زنیم، داریم صحبت می‌کنیم، یهو توقف می‌کنیم، منیو رو نگاه می‌کنیم. خب بعد شما چه جوری غذا رو تعیین می‌کنید؟ ببینید میلت به چی می‌کشه، چی می‌خوای. در واقع انگار که اون غذا شما رو انتخاب می‌کنه، نه اینکه شما اون غذا رو انتخاب کنید. البته اگه رستورانی که می‌خواید هستش، پولی که لازمه براش دارین، نه اینکه ریستریکشن باشه، لیمیتد باشه، و بعد اون انتخاب می‌کنه. سو این سه تا استپ شما میتونید هی عقب جلو توش برید. توقف کن، نگاه کن به مسئله، نگاه کن به موقعیت، و انتخاب کن. بعد از این که عقب جلو رفتین، اگه خواستین مشورت کردین با مربی، با دوستان، انتخاب کن. بعد یه مرحله دیگه میاد به اونه که decide کن، تصمیم بگیر. Stop, look, choose. تو یه مرحله است. شما میتونین وقتی که چوز کردین باز دو مرتبه استاپ کنین، باز دو مرتبه نگاه کنین، باز با یکی دیگه مشورت کنین. ولی وانس که از چوز تشریف میارید به دیساید، درست مثل موقعی دکمه دیلیت رو روی کامپیوتر میزنید، دیگه این پاک شده. ایز دان. دیگه شما نمیتونید برگردید. یعنی چی؟ شما وقتی تصمیم میگیرید، یعنی دیگه همه پسیبیلیتی های دیگر رو من قطع کردم. مثلا وقتی که شما میگین، مثلا تو غذا، وقتی شما میگین من چلو کباب میخوام، یعنی دیگه جوجه کباب نیست، پیتزا نیست، ساندویچ نیست، خورش نیست، دیگه this is the one. البته همیشه فرصت دارین یه چیز دیگه در یه زمان دیگه، ولی الان من اینو انتخاب کردم، دیگه باز بر نمیگردم حالا دو مرتبه هی باز دو مرتبه این منیو رو نگاه کنم. حالا ممکنه زمانی باشه که شما یه تصمیم بگیرید و باز برگردید، ولی در به طور کلی اصول اینه که تا زمانی که هنوز، بنابراین زود نپرم تصمیم بگیرم و عجله کنم، بلکه قشنگ توقف کنم، نگاه کنم، انتخاب کنم، و وقتی مطمئن شدم کامل شد، بعد تصمیم بگیرم. حالا که تصمیم گرفتم، اینو اعلام کنم. میدونم این با عقلتون ممکنه اگه درساشو نخونده باشین جور در نیاد. اعلام شما به اون چی که باید اتفاق بیفته، فرمان شما به اون چی که باید اتفاق بیفته، وقتی از قلب و تمام وجودتون بیاد، اون مسئله آفریده خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که خودآگاه و ناخودآگاه با هم هماهنگن و یکی هن که میگیم از ته قلبم اینو میخوام، میدونم که از اون موقع وقتی اعلامش میکنید و براش میستید، یعنی استند میکنید براش، این قراره بشه، این تصمیم منه و این قراره بشه، نیروی خارج از شما که در واقع همون ضمیر ناخودآگاه باشه، ولی چون شما ازش آگاه نیستین بهش میگن ضمیر ناخودآگاه، ریسورس شماست، جزو منابع و مخازن شماست که به کمک شما میاد و اون رو برای شما به وجود میاره. البته دکتر مثلا هم گوشزد کردن که اول توی ذهن ما باید باشه تا دو زندگیمون به وجود بیاد. کاملا همینطوره. ببینید پیروزی
حالا من پیروز شدم پس من پیروز هستم نیست، نه، اول پیروز هستم بعد پیروز میاد. یعنی وجود شما، بینگ شما، اون که هستی اول میاد و بعد اون ارمغان رو با خودش میاد. من آفریننده هستم بعد آفرینش میاد، نه اینکه خب من یه آفرینش بکنم ببینم من آفریننده هستم یا نه. بینگ شما، هستی شما، وجود شما پرسید میکنه قبل از بعد بیاد تا اینکه بعد اون واقعیت منیفست بشه، حالا هر گونه که میخواد بشه. و یا این که بر طبق اون برنامه گذاری های قدیم ما ریاکت میکنیم و اون چه که یه هم ممکنه پیش بیاد چون برنامه ریزی شده اونجوری ریاکت میکنیم و شاید یه ذره هم شانس بیاریم درست بره جلو، ولی بیشتر اوقات وقتی نگاه میکنیم میبینیم ای بابا ای چه من سریع عکس العمل کردم یا چقدر بد بود. و بعضی هامون هم برای مدت های زیادی توش گیر میکنیم، سالهای سال توش گیر میکنیم. حالا اگر هم عکس العمل کردیم تموم شد، حالا به این دیگه رجیست نکنیم، خب عکس العمل کردم خب اینجوری شد، خب حالا دیگه شده، حالا چی؟ باز دو مرتبه now what با این موقعیت جدید؟ دو مرتبه باز توقف کن توی این موقعیت جدید که مثلا عکس العمل کردم اینجور شد اونجور شد، توقف کن، نگاه کن، انتخاب کن. وقتی که خوب نگاه کردی، خوب انتخاب کردی، تصمیم بگیر، یعنی cut off other possibilities، یعنی دیگه این اونیه که باید بشه، باید اعلام کن. البته نگفتم اعلام کن و فقط بشین هیچ کار نکن، بله، در این لولی که امروز ما صحبت میکنیم شما اعلام میکنید و بعدم اون اکشن ها، قدم هایی که اعمالی رو که راجبش باید برداریم برمیدارید که به اون طرف نزدیک بشید. وقتی که به پیروزی رسیدین، یعنی اون چی که میخواستین رو به دست آوردین، باید براش جشن بگیرید، celebrate، که سور دادن توی کالچر ما در واقع همونه که بابا من این پیروزی رو رسیدم حالا دارم سور میدم. و جشن نوروز، جشن سده، جشن مهرگان، تمام این جشن ها که در تاریخ 2500 سالگی ما بر ایران وجود داره، همش از اینه که به یه نتیجه رسیدیم و حالا براش جشن میگیریم. یعنی چی؟ یعنی داریم پیروزیمون رو اکنالج میکنیم، قدردانی میکنیم، اپریشیت میکنیم. نه اینکه یه چیزی گرفتیم، مثلا مدرکمو گرفتم که این همه وقت میخواستم، حالا هنوز مدرکمو نگرفتم، فکر بعدی هم یا فکر بعدی هم و هیچ وقت نمیفهمم، هیچ وقت اپریشیت نمیکنم از اون چه که به دست آوردم، آفریدم، بهم داده شده، هر جور که میخوان نگاه کن. اگر به اون نتیجه که میخواستیم نرسیدیم، برمیگردیم دو مرتبه کجا؟ مشورت با تصمیممون، نه دو مرتبه فکر کنم نظرمو عوض کنم، نه، مشورت با تصمیممون، سر جامون میایستیم. و گرچه همه شواهد و مدارک ممکنه داره به ما نشون بده که این کار نمیشه، ولی وقتی شما به اون وجود خودتون یواش یواش ایمان پیدا میکنین و استند میکنین از آن آفریننده که دکتر سالهای سالی که تمرینش داره، بعد میبینین در حالی که کاملا به عقل اینجوری به نظر میاد که دری نیست، نه، نمیشه، در باز میشه. داستانهای زیادی هم تو جاهای مختلف از جمله هفت خان رستم رو در نظر بگیرین وجود داره که به نظر میاد که این دیگه هیچ راهی نداره دیگه، رستم کاملا در مخمصه است، در بسته شد، نمیتونه از توش رد بشه. و بعد رستم با اون جنگ و درایتی که میکنه و اون اینسپریشنی که به دست پیدا میکنه، در واقع در از اون خان هم رد میشه و پیروز میشه و بیرون میاد. در واقع اون یه درسیه که خواسته که فردوسی به ما بده که هی، گرچه اینا فقط یک خانهای سر را ما قرار گرفته و ما میتونیم بر اینا فائق بشیم. حالا خوبیش چیه؟ این مسئله مشکل که سر را ما قرار گرفت، وقتی ما باهاش در میون میذاریم، وقتی باهاش اونجون که باید و برش فائق میشیم، ازش استفاده میکنیم و این ما رو به طرف پیروزیمون پیش میبره، حالا ما دیگه اون آدم قدیمی نیستیم. حالا این بار همچی مسئله اومد و من اینو حل کردم. تو بچگی این زیاد دیده میشه، بلد نیستم بند کفشمو ببندم، بعد از اون که یاد میگیرم، بلد نیستم الف با، حالا بلدم بابا نان داد. ولی بعد که بزرگ میشیم این کمتر و کمتر میشه و متاسفانه گاهی اوقات عقلمون به چشمون، چون بدن دیگه رشد نداره، رشد خودمونم کم میشه. در صورتی که انسان بدنش در یه سنی به تکامل میرسه که خیلی خب تو دیگه حالا میتونی هر کاری خواستی بکنی، که تازه بتونه از اونجا شروع بکنه به ادامه تکاملش و ادامه بهتر شدنش و ادامه بررسی و یاد گرفتن همچین مسائلی که امروز راجبش حرف میزنیم، که زندگی به وفق و مراد باشه، زندگی بر لذت باشه. مطمئن باشید که ما اینجا نیومدیم زجر و بدبختی و نکبت و ناراحتی و غم و عزا قسمتمون باشه. ما آفریننده نیومده ما رو اینجا که زجر بکشیم، بلکه ما اومدیم اینجا که بهترین ها، بالاترین ها و خوشترین ها رو کنار عزیزانمون به دست بیاریم. واقعا صحبتی بود که من خیلی ازش لذت بردم و بحثایی کردیم که فوق العاده بود. ولی میخوام یه قدم دیگه در مدت یک دقیقه یه قدم دیگه بریم جلوتر. تو را که داشتیم میمدیم بیایم یه مثال زدید از یه دکتری که
افکارش و فکرش با پرونده مریض که نگاه میکرد اسمش رو ببرید. بله. این میدونید یه قدم بالاتر بود. بله چشم. گرچه خودم توی این داستان ها خیلی وقته که هستم، ولی حتی این به عقل من هم جور در نمیاد. یه دکتر سایکیاتریستی میان و میذارنش تو یک بخشی در هاوایی که اینها مریض هایی بودن که گیواب شده بودن، یعنی دیگه اینا دیگه تا آخر عمرشون از نظر سایکولوژیکلی مریضن و دیگه فقط بخورن و بخوابن و هیچی، همین دیگه بسازن دیگه همینی که هست. این دکتر در ظرف 2 سال 72% ریت کیور و شفا داشته و بهبودی داشته و اصلا اونجا رو در واقع اون بخش اصلا میبندن، یعنی به عنوان این مسئله که این بخش کساییه که هیچ هوپی براشون نیست، هیچ راهی براشون نیست، اون بخش رو میبندن. بعدن که میان تحقیق میکنن میبینن این دکتر هرگز خود مریضا رو حتی ندیده، بلکه چیکار کرده؟ البته میگم به عقل جور در نمیاد، ولی شما تحقیق کنید در خصوص کامپیوتر اگه بتونید بریتین برین هو اوپونو پونو. این پرونده مریض رو دستش میگرفته، باز میکرده، عکس مریض رو میدیده و 4 جمله کوتاه میگفته: I love you، دوست دارم، I'm sorry، متاسفم، thank you، مرسی، و یا تشکر میکنم، یا و آخریشم forgive me، منو ببخش. تنها کاری که ایشون میکرده روزی چند ساعت این پرونده ها رو باز میکرده و روی آن مریض فوکس میکرده و این 4 کلمه رو، این 4 جمله رو، نه به عنوان اینکه حتما کدوم اول کدوم دوم فرق نمیکنه و نه اینکه فقط این 4 تا رو باید بگیم یا اگه یه دفعه نگیم، نه، ولی I love you، I'm sorry، forgive me، thank you، متاسفم، منو ببخش، دوستت دارم، ازت متشکرم. این اهمیتش از این نظر گفتم که تکرار کنید که ببینید power of intention که شما چی بخواهید چی بتونید کرییت کنید و مهمتر از همه اون دیواینی که صحبت میکنیم چقدر is giving و چقدر ما همه به هم وصل هستیم و چقدر مهمه که چه افکاری رو بپرورونیم. اگه من افکار خوب داشته باشم ما رو کجا میبره؟ نتیجه خوب میگیریم. افکار بد هم داشته باشم مسلمان نابودی اینانه. وقت ما تموم شد، خیلی ممنونتون هستم و همچنین خیلی خوشحال شدم خدمتتون هستم. فرصت خیلی استثنایی بود که بتونیم این برنامه رو اون شادی که من انتظار داشتم به وجود بیاریم و بالاتر از انتظار من یه چیزی، یه ارمغانی به دوستان هدیه بدیم. قبل از اینکه خداحافظی بکنیم من خواستم فقط تشکر کنم از تلویزیون ایران ما، اف کورس اولا به خاطر این برنامه فرصتی شد من در خدمتتون باشم، ولی آلسو به خاطر اینکه ما ایرانی‌ها رو با زحمت زیاد و از ته قلب و با علاقه‌ای که دارن این گونه دور هم میارن، با هم مرتبط میکنن و so I just wanted to thank them. میخواستم تشکر کنم از اون، از اون پشن، از اون علاقه و شغلی که به وجود داره. واقعا مینوایت ممنون. روز و شب همه خوب و امیدوارم که هر لحظه زندگیتون بهترین لحظه زندگیتون باشه. انتخاب کنید که روز خوبی باشه. It's up to you. بله. خدا حافظ همه. خدا حافظ شما. خیلی خوشحال شدم. سلام. من یک توضیح بدم، البته قبلا توضیح داده شد احتمالاً توی راه رو. ما دیگه بنا شد که بحث‌های 4 پروژه‌ای که امروز صبح و بعد از ظهر در واقع طرح کلیش مطرح شد، بنا شد که امروز به شکل میزگرد 2 ساعت کامل رو داشته باشیم، چون پیشنهادات چندی از طرف عزیزان شرکت کننده اومد که تمایل داشتن همه در جلسه باشن.